嗯，对。Mm. Mm. شكرا الله خب دوستان عزیز شلام علیکم یک بار دیگه خدمتتون هستیم در چنین روز بسیار مقدسی به همه تبریک میگیم چنین روزی هیلولا ربیشیمون بر یوخای و واقعا خیلی مهمه که یک فردی که داره فوت میکنه از جماعت اسرائیل میخواد که در روز فوتش خوشحالی کنن جشن بگیرن حتی برای مشرب ما چنین کاری رو انجام نمیدیم هفته آدار روز وفات مشرب خیلی ها تعنید میگیرن و واقعا جالب هست که در چنین روزی که ایشون فوت کرده ربی شما بر یوخای زخوتش باشه انشالله صد درصد همه شم روشن کردیم همه وقتی رو میذاریم برای تفیلا برای هر چیزی که از هشم میخوایم در گمارای براخود مینویسه کدای هو لیسموخ آلاف به شدد خق. میگه هر کسی هر ناراحتی داره در فشار هست در زندگی چقدر خوبه که از رابیشیمون شیمون بریوخای تفیلا بخونه و ازش بخواد که به عنوان یک وکیل برای ما بیست در شمعیم و تفیلا بخونه هر کسی هر ناراحتی داره هر چیزی که میخواد حیف چنین روزی هست که آدم از دست بده حیف چنین روزی هست که آدم بیشتر و بیشتر صداقا نده پای اون شمی که روشن میکنه نزدیک اون شم بشینه چند فصل تعلیم بخونه و از هشم بخواد که به زخوت ربی شیمون بریوخای برای ما نجات بفرسه به ازرت هشم خیلی از ماها واقعا دلمون میخواست که امروز در مرون باشیم در جایی که ایشون قبرشون اونجا هست ولی یه چیز خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم هاراو الیاشیو زخ صدیق و قدوش لیوراخا ایشون حدود 100 سالی که زنده بودن هیچ در کشور اسرائیل زندگی میکردن ولی هیچ وقت نرفتن برای زیارت ایشون میدونید چرا ایشون میگفتن موقعی که من میشینم تورای ربیشیمان بری بر یوخای رو میخونم و دوستان گرامی ربوتای این مسئله مهمی است که میخوام خدمتتون بگم همه ما شاید فیلم هایی میفرسن و ما نگاه میکنیم و میگیم کاش که منم اونجا بودم کاش که منم نزدیک قبر ایشون بودم بیفتم روی قبرش گریه کنم تفیلا بخونم ولی ربوتای هر کدوم از ما اگر اون مواردی که ایشون گفته بخونیم و زخوت ایشون رو یاد کنیم هیچ فرقی نمیکنه که ما اونجا بودیم یا نه میخوام بدونید که در تمام گمارا تمام گمارایی که ما داریم 2245 دفعه 2245 دفعه از صحبتایی که ریبی شیمون برای کرده آورده شده و همچنین در میشنایوت 366 بار در مورد صحبتایی که ایشون کردن گفته شده پس اگر ما واقعا دلمون میخواست الان نزدیک ایشون باشیم ایشون نزدیک ما هستن هر موقعی که ما گمارا میخونیم همون میشنای آوت اون تا آود که میخونیم چقدر در مورد صحبت ایشون که میخونیم و اگر انجام بدیم انگار که در نزدیکی ایشون نشستیم و میتونیم از زخوت ایشون بر برداری کنیم انشالله که زخوت ایشون واقعا ماگن هممون باشه انشالله هر کسی هر آرزویی داره به زخوت ربی شیمون بریو خای هشم مراد دلش رو بهش بده و همونطور که گفتیم چند دقیقه که در خدمتتون هستیم بیایید از بزرگی ایشون ولی مهمتر بنده یه خصوصیت دارم که هر چیزی میخونم باید یه درسی ازش یاد بگیرم و اگر چیزی اگر وقتی رو میذارم اگر من رب ساعت نیم ساعت در خدمت شما هستم و اگر نتونیم چیزی یاد بگیریم وقت تلف کردن هست این مهمه که آدم در زندگی همیشه یک چیزی رو یاد بگیره از اون کتابی که خونده و درسی رو برای خودش گذاشته ما اگر نگاه کنیم هاراب شیمون بریو شیمون باریوخای، ایشون به مدت دوازده سال تا سیزده سال در این غار بودن ما همه داستانشون میدونیم که ایشون فرار کردن در اون غار بودن بیایی تجسم کنیم ما یک روز اگه بریم در یک کویر بیابون برای گردش تو اون گرما چطور آدم میتونه طاقت بیاره چطور آدم میتونه حتی یک روز حتی یک ساعت تو اون آفتاب شدید بتونه زندگی کنه ربوتای دوازه سال دوباره یه سال دیگه برگشت سیزه سال با پسرش در این غار داره رنج میکشه از زنش دور هست از بچه هاش دور هست خب غذا تو بیابون هست درسته براش غذا می آوردن کلاغ ها براش غذا می آوردن از یک آشپزخونه درست حسابی براش غذا می آوردن ولی هنوز داره تو غار زندگی میکنه لباس نداره و ببینید من یک مسئله خیلی خیلی مهم رو میخوام خدمتتون بگم که اگر همین درس رو ما با همدیگه یاد بگیریم این کافی هست انسان در زندگی سختی های زیادی میکشه هر کسی برای خودش یک بخچه داره یک چمدون داره متاسفانه پر از یه سوری یه خانمی هست بچه دار نمیشه یه نفر هست ازدواج نمیتونه کنه اون شیدوخش گیرش نمیاد هر کسی یک ناراحتی در زندگی داره ببینید ما با اون یه سوریم هایی که در زندگی داریم چطوری برخورد میکنیم این خیلی مهم هست ما زود دست به شکایت و گلایه میزنیم و از هشم میخوایم میگیم چرا؟ چرا هشم چنین بلایی رو بر سر من آوردی؟ و خیلی مواقع میشه ربوتایی که ما درس یاد نمیگیریم فقط شکایت میکنیم اون قسمتی از زندگیمون که یه سوریم بوده رو با شکایت میگذرونیم چیزی ازش یاد نمیگیریم و هیچ فایده ای نداره ریبی شیمون بریوخای یه سوریم کشید دوازده سیزه سال در این غار هر روز یه سوریم کشید ولی آیا در جای ما میبینیم که ایشون شکایت کرده نه بعد از دوازده سیزه سال ببینید این مسئله رو من میخوام براتون توضیح بدم ایشون یه پیرن داشت این پیرن رو گذاشته بود برای زمان تفیلا چون لباس نداشت این له میشد موقعی که میخواست در عرض روز تورا به خونه با بچهش یه چا کنده بود میرفت تو شن خودش رو با شن میپوشند به خاطر که نمیتونست انسانی که اوریان هست نمیتونه نه تفیلا بخونه نه, ب... نه تورا بخونه این پیرن رو گذاشته بود برای موقع تفیلا از این گودال می اومد بیرون پیرنش رو می پوشید تفیلا می دوباره وقتی تفیلاش تموم می بر می تو این شنها و می شست تو می خوند. شما به من بگید کسی که می تونه مرده رو زنده کنه کسی که می تونه هر کاری رو که بخواد انجام بده این قدز خود داره و الان من بتون میگم چقدر خود داره چنین فردی آیا شایسته هست که در این غار زندگی کنه بهتر نبود توی شیوا باشه با تلمیدیمش باشه نمیتونست به هشم بگه هشم بعد از اینقدر تو را خوندن اینقدر میسود کردن این هست حق من اینه ولی میبینیم که برعکس موقعی که برگشت موقعی که داشت همون میرفت تمام بدنش زخم بود شاگرداش گریه میکردند میگفتن وای بر ما که تو رو چنین تو رو اینطوری میبینیم تمام بدنت زخمه گفت وای بر من اگر شما منو اینطوری نمیدیدید چون تمام این سختی ها تمام این یسوریم ها باعث شد من فردی باشم که الان هستم اونهایی که سربازی رفتن حرف بنده رو میفهمن از دوستانی که سربازی رفتن بپرسید میگه عوض شدم محکم شدم موقعی که رفتم سربازی گفتن بعد این موقع بلند شی باید اتاقت مرتب باشه فرق یه نفر که سربازی رفته تا نرفته خیلی فرق میکنه یه آدمیه که خود ساخته شده ببینید این یه زندگی ربوتای این سربازی هست که ما رو باید بسازه ریبی شیمون بریوخای به جایی که بشینه و برای خودش گریه کنه بزرگ شد تو این مسئله یک نهالی بود که تبدیل به درخت شد و این خیلی مهمه که دارم بهتون میگم اگر هر کدوم از ما سختی هایی که در زندگی میکشیم بتونه ما رو یک آدم خودساخته کنه مثل اون آهنی هست که تو کوره آتیش میذارن که محکمش کنن من بتونم از این یه سوریمی که در زندگیم اومده درس یاد بگیرم و بهتر بشم نه اینکه فقط بشینم به حال خودم افسوس بخورم سیگار بکشم مشروب بخورم که غصه هام یادم بره که چی؟ پنج دقیقه بعد ده دقیقه بعد رب ساعت بعد اثر همه اینها رفته و دوباره همون قصه همون ناراحتی هست بلکه ریبی شیمون بریو خوای بزرگترین درسی که ما میتونیم ازش یاد بگیریم ربوتای این هست که در زندگی زندگی بدون یه سوریم نیست آدم لعمال یولد آدم اومده در این دنیا باید یه سری کارا رو متقن کنه درست کنه و اینها سختی های زندگی هست ربه شیمون بریوخای تونست آسون نیست دوازه سال سیزه سال بتونه در چنین جایی زندگی کنه ولی گفت این روزها رو من باید استفاده کنم برای بهتر شدن افرادی هستند که در زندگیشون یه سوری میاد میگه اگر اشم به من یه سوری میده پس من نه کنیسا میرم نه شیور میرم اگر اشم اینجوری میکنه منم ول میکنم برعکس این یه باید ما رو قوی تر کنه این یه باید ما رو بیشتر نزدیک کنه به حشم. اگر ما کمبود داریم در زندگیمون میدونید چرا هشم این کمبود رو در زندگی ما گذاشته هشم میت اول صدیقیم دوست عزیز من هشم تفیلات رو میخواد هشم میخواد که با اون قلب شکسته بیای بشینی پهلوش و باش حرف بزنی و بگی من در زندگیم این کم دارم بچه میخوام شوهر میخوام زن میخوام زندگی میخوام هر چی که هست شکایت که فایده ای نداره بلکه مثل شیمون بری و خای بتونیم که بهتر و بزرگتر بشیم یه تیکه زوهر رو میخوام براتون بخونم چون میسوای خیلی مهم داره. در زوهر مینویسه یه بار ربی شیمون بریوخای اومد در شهر و دید که همه جا تاریکه این تاریکی یه چیز لمس شدنی نبود فقط ریبی شیمون بریوخای میدید دید که دنیا تاریک شده اومد به پسرش ربیلازار گفت که بیا بریم ببینیم چه خبر است، چرا دنیا اینقدر تاریک هست ببین هشم میخواد چه کار کنه اینها یک ملاخ رو پیدا کردن که گفت اومده دنیا رو خراب کنه به خاطر گناهان زیاد مردم میخواد دنیا رو خراب کنه رویشیمان به ایوخای بهش گفت که برو به هشم بگو یک نفر مثل من هست ببینید چه زخوتی داره گفت برو به هشم بگو که یک نفر مثل من هست که میتونه دنیا رو نگه داره و رفت پیش هشم اون ملاخ گفت بیشیمون شیمون گفته که میتونه باز خودش دنیا رو نگه داره هشم گفت بلش کن برو دنیا رو خراب کن دوباره برگشت ربی شیمون بهش گفت اگه یک بار دیگه این برا پیداد بشه ببین چه کار سرت میارم ترسید این ملاخ رفت پیش هشم گفت هشم من قدرت ندارم در جلو ربی شیمون بعدی میتونم انجام بدم ببینید چه زخوتی میتونه یک نفر داشته باشه که دنیا رو نگه داشته یه سوریمی که آدم در زندگی میکشه دوستان گرامی آدم رو در جاهای بالا میبره اگر بتونه درس یاد بگیره یک خانمی که حامله هست نه ماه داره زجر میکشه نمیتونه بخوابه حالش خوب نیست غذا نمیتونه بخوره غذا میتونه بخوره تو خیلی از موارد مختلف میره تا بتونه ولی در آخر کار این خانومی که نه ماه سختی کشیده اون دقیقه ای که بچه رو به دنیا میاره و بچه رو میدن بر بغلش که نگاش میکنه تمام قصه ها تمام ناراحتی ها از بین رفته انقدر کیف میکنه انقدر لذت میبره از این نوزادی که بهش دادن که تمام دردای حاملگی و بارداری و بچه دار شدن رو یادش میره یسوریم یعنی این که آدم یسوریم رو میکشه ولی در آخر کار نتیجه این یسوریم اون براخایی است که هشم به آدم میده و این بزرگترین فرد ما ربی شیمون بریوخای این سختی ها رو بر خودش متقبل شد شما میدونید یکی از بزرگان ما ربی و بن لوی اینم در گماراست ملخماوت اومد جونش رو بگیره موقع فوتش بود در میدراش هست که ملخماوت با شمشیر میاد حالا این شمشیر رو استفاده میکنه یا نمیکنه کاری نداریم با شمشیر اومد شالو ملخم کرد بره به این را و بهش گفت که به ربی و بن لوی گفت که اومدم جونتون رو بگیرم گفت نه تا من ندونم جای من در بهشت در گنیدن کجا هست من جونم رو بد نمیدم گفت خب چیکار کنم گفت من رو ببر تو گندن من میخوام جام رو ببینم بعد خودم رو به تو تسلیم میکنم ملخ پر داره بال داره گفت پشت من بیا بیا بالا میبرمت بردش تو گنیدن پرواز کرد رفت گنیدن گنیدن درجه های مختلف داره مثل یه ساختمون که شما با آسانسور میرید بالا جاهای مختلف داره اینا موقعی که رسیدن اونجا درجه به درجه داشتن میرفتن بالا از یه طبقه که گذشتن بوی خیلی خوبی می اومد مثل اینکه عطرا بهترین عطرا بهترین گلها مثل اینکه تو باغ گل هستید ربی و شابن لوی موقعی که این بو رو فهمید لذت می برد مثل یک آهن ربا این رو داشت به خودش میکشون گفت اینجا کیه اینجا کی هست که اینقدر بوی خوشی میاد از تمام طبقه که ما داشتیم میرفتیم گفت ما اینجا توقف نمی کنیم باید بریم میخوام جای خودت رو بد نشون بدم گفت نه من باید بدونم اینجا کیه گو اینجا ریبی شیمون بریو خواهی هست گفت جدی ریبی شیمون بریو خواهی اینجاست گو بله ما که شوخی نداریم اینجاست گفت من باید ببینم گفت چجوری ببینی گو من باید ببینم خب دیوار بود دیگه رفت رو سر ملخماوت ایستاد و سرش رو بالا کرد از پشت دیوار دید که بله ریبی شیمون بریخای نشسته روی یک صندلی طلایی خیلی قشنگ و تمام تلمیدیمش میدونید هر راوی که در اینجا تورا درس میده به شاگرداش در اون دنیا شاگردا همونجا کلاس دارن با راوشون اون کسی که هیچ وقت شیور نمیره و هیچ کلاسی نمیره در اون دنیا موقعی که میخوان ثبت نام کنن میگن شما شیور کی بودی؟ شیور؟ من شیوری کسی نبودم من صبت شب میرفتم مغازه من صبح شب فقط کار میکردم باغم میرفتم پیکنیک میرفتم ولی شیور نمیرفتم میگن اینجا پیکنیک نیست مغازه هم نیست میخوای چیکار کنی حالا همونجا باید تو راروها باشی پرسه بزنی که این دردش زیاد هست و این مهم هست که موقعی که ربی یوشوع بن لوی سرش رو بالا کرد و چنین چیزی رو دید گفت اینجا جاییه که من میخوام باشم جایی که ریبی شیمون بریوخای هست جایی هست که من میخوام باشم و خودش رو بلند کرد و از اون طرف دیوار پرید توی گنیدن در جایی که ریبی شیمون بریخای هست و شما میدونید که آدم زنده نمیتونه در گنیدن باشه به جز چند نفر که اینها تونستن زنده وارد گنیدن بشن مثل سارخ بتاشر مثل الیزر غلام ابراهام و یکیش ربی یوشوه بن لوی که ایشون رفت در اونجا و شمشیر ملخ رم با خودش برد ملخماوت گفت چرا رفتی اونجا من هنوز جون تو رو نگرفتم گفت من قسم میخورم بیرون نمیام ملخماوت الان نمیدونست چه کار کنه رفت پیش هشم هشم گفت برید در کتاب ها نگاه کنید تاریخ زندگی ربیوشا به لوی رو نگاه کنید اگر تو عمرش یه حرفی زده که انجام نداده حتی نداریم کرده امروز هم حتی نداریم کنه و بیاد بیرون ولی اگر همیشه حرف خودش رو زده و هیچ وقت حرفش رو به قول معروف ما میگیم مرد و حرفش همیشه حرفش رو انجام داده ولش کنید و دقیقا دیدن که ربیوش و بن لوی همیشه حرفاش رو زده و به خاطر همین در اونجا تونست پیش ریبی شیمون بریوخای زندگی کنه این هست که ببینیم چقدر اهمیت داره ماهایی که در چنین روز خیلی خیلی مقدس دور بر هم جمع شدیم هر کدومون در جایی که هستیم ما میخوایم که زخوت ریبی شیمون رو داشته باشیم ما میخوایم که ایشون برای ما بیست و تفیلا بخونه هر کدوم از ما احتیاج به یشوا داریم احتیاج به کمک داریم و اگر ما بتونیم که زخوت ایشون رو یاد کنیم امروز تفیلایی که می کنیم از ایشون درخواست کنیم که بیسته برای ما وکیل باشه و تفیلا بخونه ولی مهم این هست که ما یاد بگیریم که ایشون چقدر در زندگیش سختی کشید ایشون چقدر در زندگیش یسوریم کشید ولی بر خودش قبول کرد شکایت نکرد یکی از خخامیم این مسئول یشیوا بود در کشور اسرائیل ربای ایزمن یه بار که نشسته بود در کلاس و شیور گمارا میداد در وسط شیور دید که یکی از پسرهایی که اونجا نشسته یه آه کشید از ناراحتی آه کشید بعضی عادت دارن هی مرتب آه میکشند و ناراحت هستن که این کار درستی نیست کار درست نیست این رو باید افرادی هستن که همیشه قیافه ناراحت دارن همیشه از همه چیز ناراحت هستن از زندگی خودشون شکایت دارن از مردم شکایت دارن به قول معروف ما از زمین و از آسمون شکایت دارن این خوب نیست این یهودیت نیست انسان باید خوشحال باشه از اینکه زنده است خوشحال باشه از اینکه یک فرد اسرائیل هست که میتونه میسوا و معصوم تویم رو انجام بده همین انسانی که در بستر بیماری افتاده در بیمارستان هست و ممکنه یک دقیقه دیگه زنده نباشه الانی که زنده است میتونه یه لیوان آب بخوره و شهکل بگه این کافیه همین کافیه ما اومدیم برای هشم ما نیومدیم برای خودمون پس اگر من میتونم برای هشم کاری انجام بدم که در حقیقت برای خودم هست این کافیه این ربای عیزمن همون که خدمتتون گفتم در سر کلاس نشسته بود درس میداد و این پسر آهی کشید هارا و ناراحت شد گفت چته برای چی آه کشید؟ پسر جوون هستی تو یه شیوا هستی سه وعده غذا میخوری نه پول برق داری بدی نه پول آب داری بدی نه بچه داری که بخوای خرجش بکشی ناراحتی چی تو زندگی تو برای چی آه میکشی زندگیت اینجا فراهمه تأمینه خیلی ناراحت شد گو آه کشیدن تو خیلی بیخود بود بعد از اینکه شیور تموم شد این پسر اومد پیش هارا ایزمن ع... 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 هاراف من به تو میگم که چرا آه کشیدم بحث امروز ما تو گمارا بحث ازدواج بود و من سالهاست که تمام رفیقام که سن من هستن ازدواج کردن بچه دار شدن من هنوز با هر کی میرم بیرون نمیشه آرا خب آه کشیدم ناراحت هستم که چرا من حشم زخوت به من نداده که منم ازدواج کنم منم خونه ای رو در, در اسرائیل درست کنم و بتونم زندگی داشته باشم حالا و ایزمن بهش گفتن که ببین به جای آه کشیدن تفیلا بخون به جای آه کشیدن از حشم کمک بخوا گفتن بیا برات یه چیز از زندگی خودم بهت بگم که هیچ وقت حالا به کسی نگفتم این داستان رو فقط به تو میگم ایشون گفتن موقعی که من در آلمان بودم تمام خانوادم رو با همدیگه بردن در این کمپ هایی که مثل جهنم بود یک به یک خانمش رو کشتن بچه هاش رو کشتن این مونده بود با یه دخترش گو این دختر رو مثل قرص چشام مثل مردمه که چشام نگرش می داشتم حواسم بهش بود خیلی دختر خوشگلی بود نمیخواستم که این آلمانیا اذیتش کنن همیشه همراش بودم تا اینکه یکی روز اومدن و این دختر رو از من جدا کردن حالا دختر رو بردن طرف زنها یه نرده بینمون بود یه سیم خاردار بینمون بود هر روز میرفتم میستدم اونجا حواسم به دخترم بود حواسم بود که ببینم دخترم اوکی هست همه چیز کسی اذیتش نمیکنه. یه روز که ایستاده بودم اون طرف نرده اون طرف سیمهای خاردار دیدم یه آلمانی اومد گرفتش خواست ببرتش باهاش گناه انجام بده دخترش این دختر من دست و پا میزد گریه میکرد و نمیخواست بره نمیخواست گناه کنه و این آلمانیه داشت موهاش رو میکشون که ببرتش در این اتاق باهاش گناه کنه دخترم از اون طرف سیمهای خاردار فریاد زد گفت ابا ابا چه کار کنم تو میگی من چه کار کنم کار در دستش بود و به دختر گفت اگر نیای تو اتاق میکشمت ات. این پدر به دخترش گفت نوشته در گمارا یهرک ولی یعنی انسان موقع پای چنین گناهانی که میرسه باید کشته بشه و انجام نده و دخترش قبول کرد و پدر دید که در جلو چشم خودش اون آلمانی کارد رو گرفت و در سینه این دختر کرد و اون رو کشت حالا ربای ایزمن داره به این پسر میگه میگه چند سال هست که تو من رو میشناسی آیا من این چخ آه کشیدم در زندگیم کسی که دیده زنش و بچه هاش و آخرین دخترش رو در جلو خودش کشتن آیا جا نداره که منم آه بکشم جا نداره که منم گریه کنم بگم هشم چرا این کار کردی مگه من چه گناهی کرده بودم ولی برای ما نیست رب که بخوایم سوال بذاریم رو خودشا خوب این درس مهم ریبی شیمان بریوخای هست ما باید نگاه کنیم که چطوری میتونم از اون یه سوریم هایی که در زندگی هشم برام فرستاده درس یاد بگیرم هشم میخواسته که من بهش نزدیک بشم همونطوری که ریبیشون بریوخای خیلی خیلی نزدیک شد فردی که میتونه تمام دنیا رو نجات بده باز خودش و اگر ما چنین کاری انجام میدیم اگر ما در چنین روزی بر خودمون میشینیم چند دقیقه فکر میکنیم میگیم از یه سوریم هایی که هشم به من داده در زندگی چی یاد گرفتم؟ درس یاد گرفتم آدم بهتری شدم، عوض شدم اگر ما چنین کاری رو میکنیم ربوتای ما راه ربیشیمون بریخای رو داریم ما راه درستی رو میریم ولی اگر هر یه سوریمی که در زندگیمون اومده گفتیم به خاطر اینه به خاطر اونه تقصیر اینه تقصیر اونه به خاطر این شد به خاطر اون شد ما داریم راه اشتباه میریم ربوتن ما باید یاد بگیریم زخوت ایشون ماگنمون باشه باید یاد بگیریم که چطوری میتونیم با مسائلی که در زندگیمون میاد سختی هایی که در زندگیمون میاد ببینیم که چطوری میتونیم بیشتر و بیشتر فقط و فقط نزدیک بشیم به خود خوب این چیزی که هشم ما رو آورده در این دنیا ممنون هستم از لطف همگیتون با بنده بودید در این زمانی که خدمتتون هستم دعا میکنیم که زخوت ربی بریو خای یار و یاور همگیتون باشه اینشاالله هر آرزویی که دارید هر امیدی که دارید به زخوت ربی بریو خای هشم بهتون آرزوها رو بده سلامتی و تندرستیتون رو از هشم خواستار هستم بیایید هر کسی امروز چند دقیقه با خودش بشینه فکر کنه بگه چطوری من میتونم در راه مقدس ریبی شیمون بریخوایی باشم چطوری میتونم من هم جزو تلمیدیم ایشون باشم میدونید ایشون گفته هر کسی که تلمید من در این دنیا در اون دنیا هم تلمید من هست چه افتخاری هست که انسان بعد از 120 سال بگه من شاگرد هارا ریبیشیمون شیمون بریو هستم چه زخوتی بالاتر از این هست چه موهبتی بالاتر از این هست بیایید هممون شاگرد ایشون باشیم بیایید هممون تلمید ایشون باشیم چطوری چیزهایی که گفتن مواردی که گفتن و بالاتر از همه اون یسوریمها، ها اون سختی ها اون ناراحتی هایی که در زندگیمون پیش اومده رو بتونیم ازش یاد بگیریم آدم بهتری بشیم آدمی باشیم که هشم به ما افتخار کنه بگه آفرین این بچه منه این دختر منه این پسر منه هشم اگه به ما افتخار کنه اون بالاترین محبت هست انشالله که دعاتون به هشم برسه سلامتی و تندرستی رو برای تمام عزیزان خواستار هستم از تمام کامنت هایی که می ممنون و متشکر هستم از تمام افرادی که زحمت می کشن ممنون هستم سلامتی تندرستی از براتون خواستار هستم بارو لولام آمین به آمین شبات شلام و